سلامت مجله یه مجله نابغه همراه تیم حرفه‌ایشون نشون میده. اونا با نقشه‌های بی‌نقصشون شروع به سرقت از بانک‌های بزرگ شهر کردن، ولی هنوز کسی انگیزه این گروه رو از سرقت‌هایی که انجام میشه نمیدونه. فیلم سینمایی سلامت سال 2023 از طریق نتفلیکس به نمایش درآمد. این فیلم 226 دقیقه ی اکشن هندی تا حالا با 27000 رای تو سایت IMDb تونسته امتیاز 6.1 از 10 رو بگیره. سیستم عدالت قضایی کشور تو مجازات جنایتکارها شکست خورده. واسه همین یکی از افسران پلیس تصمیم داره دست به کار بشه و خودش شخصا عدالت رو در مورد مجرمین اجرا کنه. این فیلم زمان گذشته و حال رو نشون میده و انگیزه های این پلیس رو برای این کار فاش میکنه. فیلم 230 دقیقه یک کریستوفر سال 2023 تو ژانر فیلم های جنایی اکشن از کشور هندوستان به نمایش در اومد و تا حالا با 3000 رای تو سایت IMDb تونسته امتیاز 6.3 از 10 رو بگیره. چهارمین فیلم از مجموعه 8 قسمتی امپراتوری ماراتا سال 2022 با اسم شیر شیواراج منتشر شد. این فیلم 233 دقیقه‌ای ماجرای پادشاه بزرگ ماراتا یعنی شیواجی مهاراج رو نشون میده. اون با شجاعت و مهارت‌های خاص خودش تونست یکی از دشمنای قدیمی و مهم خودش رو توی نبرد پر از چالش شکست بده. شیر شیواراج سال 2022 تو ژانر فیلم‌های اکشن درام تاریخی از کشور هند به نمایش در اومد و تا حالا با 2000 رای تو سایت IMDb تونسته امتیاز 8.3 از 10 رو بگیره. فیلم تاریخی اکشن پونیسلوان سال 2022 از کشور هند به نمایش آمد. این فیلم 247 دقیقه‌ای با وندیا شوان جلو میره. اون واسه رسیدن یه پیام مهم از ولیعت باید از سرزمین چولا عبور کنه و از طرف دیگه کوندوای هم تلاش داره تا صلح سیاسی رو برقرار کنه و توطئه‌گرا رو سر جاشون بشونه. این فیلم 157 دقیقه هندی سال 2022 تو ژانر فیلم‌های اکشن درام ماجراجویی منتشر شد و تا حالا با 33000 رای تو سایت IMDb تونسته امتیاز 7.7 از 10 رو بگیره. سیاستمدار ثروتمند و سال خورده میون شب عروسیش با یه دختر جوان کشته میشه. حالا یکی از افسران پلیس محلی به اسم چاتیل مأمور رسیدگی به این پرونده مهم و مرموز شده و باید از چالش هایی که براش به وجود میاد عبور کنه. همه شواهد علیه عروس جوونه، ولی چاتیل موفق میشه رازهای جدیدی رو کشف کنه که به حل پرونده کمک میکنه. فیلم هندی تنها در شب سال 2022 تو ژانر فیلم‌های جنایی رازآلود منتشر شد و تا حالا با 19000 رای تو سایت IMDb تونسته امتیاز 7.2 از 10 رو بگیره. فیلم سینمایی معلم یا آقا تو دهه 1990 میلادی روایت میشه.
مردی به اسم بالا مورگان به عنوان دستیار معلم واسه آموزش به دانش آموزه بی‌بضاعت مدرسه دولتی دست به کار شده. این دانش آموزا به خاطر سیاست‌های اون دوران هندوستان توسط بچه‌های مدرسه خصوصی سرکوب شدن و حالا معلم جوان داستان وارد یکی از روستاهای هند شده و قراره با این قوانین مخالفت کنه، اما این قضیه باعث درگیری اون با رئیس مدرسه خصوصی میشه. فیلم 228 دقیقه معلم یا آقا سال 2023 از کشور هندوستان به نمایش در اومد و تا حالا با 7000 رای تو سایت IMDb تونسته امتیاز 7.3 از 10 رو بگیره. تو قسمت اول دیریشیام که سال 2015 منتشر شد با ویژه خانوادش آشنا شدیم. دختر کوچیک اون پسر رئیس پلیس شهر رو به قتل رسونده بود و ویژه با مهارت‌ها و هوش بالایی که داشت ماجرای قتل رو از دید پلیس‌ها مخفی کرد. حالا تو قسمت دوم دوباره سرنخ‌های جدیدی از این قتل پیدا شده که قراره پرونده ویژه خانوادش رو دوباره باز کنه. دیریشیام یا ظاهر فریبنده 2 سال 2022 تو ژانر فیلم‌های جنایی رازآلود منتشر شد و تا حالا با 35000 رای تو سایت IMDb تونسته امتیاز 8.2 از 10 رو بگیره. آمی پاتنایاک با بازی آجی دیوگن یکی از مامورهای اداره مالیات تو دهه 80 میلادیه. اون از طرف یه فرد ناشناس مدارکی رو دریافت میکنه که نشون میده مرد بانفوذی به اسم رام شوارسینگ ثروت زیادی رو تو ویلای شخصیش نگهداری میکنه. اون همراه تیمش خونه سینگ رو بازرسی میکنه اما به چیزی نمیرسه تا اینکه با پیامهای جدیدی از فرد ناشناس روبرو میشه. فیلم هندی یورش سال 2018 تو ژانر فیلم‌های جنایی اکشن از کشور هند منتشر شد و تا حالا با 18000 رای تو سایت IMDb تونسته امتیاز 7.4 از 10 رو بگیره. تو فیلم اکشن درام شاهزاده ماجرای یه کارمند روایت میشه که به موقعیت رئیسش حسادت میکنه. اون تصمیم داره پسر تازه متولد شدنش رو با پسر رئیسش عوض کنه تا هم پسرش به ثروت و رفاه برسه و هم پسر رئیسش رو با نفرت و بدبختی بزرگ کنه و ازش انتقام بگیره. فیلم 225 دقیقه شاهزاده سال 2023 تو ژانر فیلم‌های درام اکشن از کشور هندوستان به نمایش در اومد و تا حالا با 29000 رای تو سایت IMDb تونسته امتیاز 4.6 از 10 رو بگیره. عامر خان تو نقش سروان سوری شاکوات چند سال قبل پسرش رو از دست داد و جنازه‌اش رو هم هیچ وقت پیدا نکرد. این قضیه اونو به شدت درونگرا کرد و باعث شده همسرش روشنی هم دچار افسردگی بشه. حالا سوری مأمور رسیدگی به کشته شدن آرمان یکی از ستاره های سینمای هند شده که توی سانحه رانندگی جونش رو از دست داده و تحقیقات نشون میده این حادثه غیرعادی بوده. فیلم 220 دقیقه تلاش سال 2012 تو ژانر فیلم های رازآلود مهیج و جنایی از کشور هندوستان به نمایش در اومد و تا حالا با 43000 رای تو سایت IMDb تونسته امتیاز 7.2 از 10 رو بگیره. We'll be right back.
ممنون که ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. برای دیدن ویدیوهای دیگه کانال رو دنبال کنید و زنگوله کنارش رو بزنید تا به محض انتشار فیلم‌های جدید باخبر بشید.